در رابطه همراه میشیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار در لندن. آقای برزگر، این مصاحبه خب قبل از اینکه آقای احمدی نژاد رد صلاحیت بشه انجام شده، چه نکات مهمی داره و چه هدفی رو دنبال میکرده؟ بله، همونطور که گفتید قبل از رد صلاحیت ها بوده، اما انتشارش ظاهرا موکول شد به بعد از اعلام نظر شورای نگهبان. بخش های اصلی در همین خلاصه ای که از این گفتگوی دو ساعته پرداخته بود آقای احمدی نژاد، در این خلاصه به روز اونها پرداخته شد. به طور کلی آقای احمدی نژاد جریان های مختلف رو، چه در اون طیف معروف به اصلاح طلب در جمهوری اسلامی و چه اون طیف اصولگرایی که به هر حال نزدیک بودن مثلا به کسانی مثل آقای لاریجانی ها، اونها رو مورد انتقاد قرار میده و خودش رو در واقع صاحب برنامه میدونه و کسی که میتونه اون شکاف بین به گفته خودش مردم و نظام رو پر بکنه. خب بحثایی رو هم مطرح میکنه که البته با چالش مصاحبه‌گر مواجه نمیشه، نکاتی رو مطرح میکنه که درباره اونها اما و اگرها و تردیدهای فوق العاده جدی وجود داره، مثل بحثی که در مورد خانم ندا آقا سلطان شنیدیم که او چگونه داره روایت میکنه، در صورتی که همه فیلم هایی که موجود هست نشون میده و مشخص هست که خانم ندا آقا سلطان در متن اون اعتراضات حضور داشتن و در اونجا در واقع هدف قرار گرفتن، مثل کسان دیگری که در سال 88 یا در اعتراضات بعدی به طور مستقیم هدف اصلی ماموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. خب الان برای چی این صحبت ها رو در این شرایط کرده آقای احمدی نژاد و ممکنه آیا با ایشون برخورد بشه؟ ببینید، آقای احمدی نژاد در واقع میخواد این تصویر رو ارائه بده که از یک حاشیه امنیتی برخوردار هست و بخشی از این حاشیه امنیت برمیگرده به اطلاعاتی که او داره. مثلا در همین گفتگو به طور مشخص نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار میده. منتها خب ببینید، از در واقع یک روغن ریخته رو داره نظر مسجد خودش میکنه، به این معنی که مثلا وقتی که آقای مازیار ابراهیمی اومدن و به هر حال اعلام کردند در خارج از کشور که این اعترافات دروغین بوده و دیگه جمهوری اسلامی قادر به تکذیب این نبود، حالا اومده میگه که اختلاف من با حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات بر سر این بوده، در صورتی که روایتی که خود آقای ابراهیمی میده اینه که یک دعوایی بوده بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، اسمی از آقای احمدی نژاد در اون پرونده در میان نبوده. اما اون داره میگه که این اختلافات من با وزیر اطلاعات که به اون در واقع 11 روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد منجر شد به این دلایل بوده و بعد انتقاد میکنه، میگه که شما به جای اینکه بیاید در واقع کارگران رو، کشاورزان رو، نمیدونم شهروندان رو بگیرید و از اونها بازجویی بکنید و اعتراف اجباری بگیرید، برید با در واقع اسرائیل برخورد بکنید که میاد مثلا نیروگاه تاسیسات اتمی در نطنز رو منفجر میکنه. منتها خب میگم این بحثایی است که مفصل هست. آقای مصلحی هم اتفاقا در همین زمینه بر جواب داده، او گفته که آقای احمدی نژاد خواستار اطلاعاتی بود که تنها میتونست در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار بگیره، که خب این هم به هر حال بحث قابل توجهی است. او میگه که وزارت اطلاعات در اختیار قاسم سلیمانی بود و آقای احمدی نژاد در واقع میخواست به اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنه که او مجاز نبود این اطلاعات رو بگیره. یعنی رئیس جمهوری که وزیر رو تعیین میکنه، یعنی رئیس اون محسوب میشه، حق دسترسی به اطلاعات کسی رو که زیر دست خودش کار میکنه نداره و اون اطلاعات باید در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار بگیره. به نکاتی کلی چنین اشاره میکنه، اما آقای احمدی نژاد در طول این سالها نشون داده که علارغم همه تهدیدها یا اون بگم های معروف، خیلی در واقع یا دستش خالی هست یا خیلی حواسش جمع هست که تا جایی این اطلاعات رو مطرح بکنه که برای او خطر جدی به همراه نداشته باشه، ولی در این حال بهش یک فرصت رسانه‌ای، یک تریبون رسانه‌ای بده که در رسانه‌ها همچنان اسمش مطرح بشه. ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن.